نامی خداوندی بخشنده مهربان. دانش آموزان عزیز، دوستان گرامی، سلام گرم مرا پذیرا باشید. دوستان، در ادامه بررسی مباحث فصل چهارم فیزیک دهم رشته های ریاضی و تجربی در این جلسه انبساط سطحی جامدات رو مورد بررسی قرار میدیم. بنابراین موضوع تدریس امروز ما انبساط سطحی جامداته. دوستان، اگر دمای جسم جامد رو افزایش بدیم حجم اون زیاد میشه، اما اگر جامد ما صفحه‌ای شکل باشه، مثلا یه ورق نازک فلزی یا شیشه یک پنجره باشه، چون در این گونه موردها مساحت جسم جامد نسبت به ضخامت اون بسیار زیاده، انبساط حجمی جسم جامد بیشتر به صورت انبساط سطحی اون ظاهر میشه و در این گونه موارد انبساط سطحی جسم جامد رو مورد بررسی قرار میدیم. اما دوستان، اگر جسم جامد ما یک ورق فلزی نازک مستطیل شکل باشه، خب وقتی دمایش افزایش پیدا میکنه، هم مساحت اون هم ضخامت اون افزایش پیدا میکنه و تمام ابعاد اون به یک نسبت هم افزایش پیدا میکنن. یعنی اگر طول این ورق 3 برابر بشه، عرض اونم 3 برابر میشه، ضخامت اونم 3 برابر میشه. یعنی با افزایش دما شکل جسم جامد عوض نمیشه و تمام ابعاد اون هم به نسبت افزایش پیدا میکنن. بنابراین نکته مهمیه که با افزایش دما شکل جسم جامد عوض نمی شود و تمام ابعاد آن به یک نسبت افزایش می‌یابند. البته موارد استثنایی داریم که وقتی جسم جامد رو گرم می‌کنیم، در تمام جهت‌ها جسم جامد به یک نسبت افزایش طول نداره. یعنی مثلا احتمالاً اگر طول اون 1.5 برابر بشه، عرض اون 1.5 برابر نشه یا ضخامت اون 1.5 برابر نشه. این گونه موارد استثناهایی هستن که بعداً احتمالاً در دانشگاه اونها را بخونیم. خب دوستان، اگر ورق نازک مستطیل شکل ما ابعادش A1 و B1 باشه، یعنی طول اون A1 باشه و عرض اون B1 باشه، خب مساحت اولیه این ورق فلزی میشه A1B1. وقتی دمایش رو افزایش میدیم، این در دمای θ1 باشه، وقتی دمایش رو افزایش میدیم، هم طول هم عرض هم ضخامت اون به یک نسبت زیاد میشن. خب اگر طول اون مثلا 1.5 برابر بشه، عرض اون هم 1.5 برابر میشه، ضخامت اون هم 1.5 برابر میشه. خب مثلا طول اون بشه A2، عرض اون هم بشه B2. مساحت ثانویه این ورق فلزی میشه A2 ضرب در B2، این در دمای θ2. خب اگر از ما بخوان میزان انبساط سطحی این جسم جامد رو حساب کنیم، یا میزان انبساط سطحی این جسم جامد به چه عواملی بستگی داره، ما باید چه کار کنیم؟
خب بنابراین ما میخوایم رابطی رو واسه میزان افزایش سطح این جسم جامد پیدا کنیم. خب دوستان، در اینجا اگر مساحت ثانوی جسم جامد رو بنویسیم، مساحت ثانوی میشه طول ضرب در عرض. اما در اینجا خب ای2 و ای1 با هم دیگه یه رابطه‌ای داشتن. ما داشتیم که دلتا ال میزان تغییر طول یک میلی فلزی میشد ال ای1 آلفا دلتا تیتا، و طول ثانویه رابطهش با طول اولیه بدین صورت بود L2 برابر با L1 ضرب در 1 به اضافه آلفا دلتا تیتا. خب در اینجا ما میتونیم برای طول ثانویه و طول اولیه این مستطیل این رابطه رو بنویسیم. این رابطه بین طول ثانویه و طول اولیه اون بدین صورته، A2 میشه A1 ضرب در 1 به اضافه آلفا ضریب انبساط طولی این فلز ما میشه دلتا تتا، هم میزان افزایش دمای این ورق فلزی ما میشه B2. عرض اون هم به این صورت تغییر میکنه و رابطه بین عرض ثانویه و عرض اولیه از این رابطه به دست میاد. B2 عرض ثانویه برابر با عرض اولیه ضرب در 1 به اضافه آلفا دلتا تتا. خب از این سه تا نتیجه میگیریم: مساحت ثانویه برابر با A2 میشه A1 ضرب در 1 به اضافه آلفا دلتا تتا. B2 میشه B1 ضرب در 1 به اضافه آلفا دلتا تتا. خب اگر دقت کنید A2 برابر با A1 B1 رو کنار هم می نویسیم میشه 1 به اضافه آلفا دلتا تتا ضرب در 1 به اضافه آلفا دلتا تتا، که در اینجا میشه 1 به اضافه آلفا دلتا تتا به توان 2، یعنی مربع دو جمله‌ای داریم. خب A1 B1 گفتیم A1 مساوی با A1 B1، یعنی طول ضرب در عرض در حالت اولیه میشه مساحت اولیه. خب از این دوتا نتیجه میگیریم که A2 میشه A1. خب مربع دو جمله‌ای رو به دست میاریم، میشه 1 به توان 2 که 1 میشه به اضافه 2 برابر جمله اول که 1 ضرب در جمله دوم آلفا دلتا تتا به اضافه جمله دوم به توان 2. خب در اینجا اگر دقت کنید ما آلفا 2 دلتا تتا 2 را داریم. خب آلفا یه فلزات مثلا آهن در این حده میشه 1.2 ضرب در 10 به توان منفی 6 برکلوین. خب حالا اگر این به توان 2 برسه، آلفا 2 میشه این 12 به توان 2 میشه 144. خب 2 تا اعشار داره، ضرب در 10 به توان منفی 12 میشه. خب این بسیار کوچک میشه. خب این میشه، خب در اینجا 11 صفر باید پشتش بذاری، این 6 7 8 9 10 11. خب میبینید این آلفا 2 میشه، بنابراین آلفا 2 نزدیک به صفره، بنابراین میتونیم از این جمله صرف نظر کنیم، یعنی تقریبا بگیم این برابر صفره. در این صورت مساحت ثانویه ما میشه A1 ضرب در 1 به اضافه 2 آلفا دلتا تتا. خب در نتیجه میتونیم بنویسیم A2 برابر با A1 ضرب در 1 میشه A1 به اضافه A1 ضرب در این جمله میشه A1 2 آلفا دلتا تتا. خب
اگر A1 رو بیاریم طرف چپ داریم A2 منهای A1 میشه و برابر با A1 ضرب در 2 آلفا دلتا تتا. خب این A2 منهای A1 میشه دلتا A، یعنی میزان افزایش سطح جسم جامد برابر با A1 ضرب در 2 آلفا را K مینامیم. به 2 آلفا میگیم ضریب انبساط سطحی جسم جامد. خب دلتا تتا، میبینید که افزایش سطح جسم جامد از این رابطه به دست میاد و این رابطه نشون میده که میزان انبساط سطحی جسم جامد به سه عامل مساحت اولیه جسم جامد، ضریب انبساط سطحی جسم جامد که معرف جنس جسم جامده و میزان تغییرات دمای جسم جامد بستگی داره. بنابراین این رابطه مهمیه. در این رابطه دلتا A میزان انبساط سطحی جسم جامده، A یک مساحت اولیه، K ضریب انبساط سطحی جسم جامده و دلتا تتا میزان تغییرات دمای جسم جامده. اما دوستان اگر دقت کنید ما به جای دو آلفا K گذاشتیم، یعنی ضریب انبساط سطحی جسم جامد دو برابر ضریب انبساط طولی آنه، اما تقریبا. چرا؟ چون این جمله رو هم حذف کردیم. ضریب انبساط سطحی جسم جامد یک کمی بیشتر از دو آلفاست، اما ما در مسائل این فصل کارو برابر دو آلفا میگیریم. بنابراین ما در اینجا میتونیم بنویسیم ضریب انبساط سطحی جسم جامد تقریبا دو برابر ضریب انبساط طولی جسم جامد است. خب ضریب انبساط سطحی آهن تقریبا دو برابر ضریب انبساط طولی آهنه که میتونیم به این شیوه هم بنویسیم، یعنی به زبان ریاضی میشه کا میشه تقریبا دو آلفا، یا دیگه کا رو برابر دو آلفا در نظر میگیریم. اما واحدهای این رابطه دلتا A برابر با A1 کا دلتا تتا. خب واحد دلتا تتا درجه سانتیگراد. خب در اینجا واحد آلفا بر درجه سانتیگراد، اینم عدد، بنابراین واحد کا میشه بر درجه سانتیگراد، بنابراین واحد ضریب انبساط سطحی بر درجه سانتیگراده. خب چون این دوتا با هم دیگه حذف میشن، A1 هر واحدی رو داشته باشه دلتا A نیز همون واحد رو داره، یعنی این میتونه متر مربع، این متر مربع، اگر این سانتی متر مربع باشه اینم سانتی متر مربع واحدش میشه، این میلی متر مربع، اینم میلی متر مربع. بنابراین در اینجا باید واحدهای A1 و دلتا A هم واحد باشه. خب بنابراین این دوتا حتما باید هم واحد باشند و لزومی نمی کنه که تبدیل واحد انجام بدیم و واحدهای این دوتا را به متر مربع تبدیل کنیم. خب دوستان اما مساحت ثانویه جسم جامد اگر دقت کنید
از این رابطه به دست میاد. خب من این رابطه رو دوباره می‌نویسم، مساحت ثانویه جسم جامد میشه مساحت اولیه ضرب در یک به اضافه یه. به جای دو آلفا می‌نویسم کا دلتا تتا. خب بنابراین این رابطه مهمیه، مساحت ثانویه جامد، اینم مساحت اولیه جامد. این ضریب انبساط سطحی جامده، اینم میزان تغییرات دمای جامده. خب دوستان واحدهاش هم که اگر بنویسیم A دو برابر با A یک به اضافه کا دلتا تتا. خب واحد کا که میشه بر درجه سانتیگراد، واحد دلتا تتا درجه سانتیگراد، این دوتا با هم دیگه میرن. این جمله بدون واحد، یک هم که عدد کلن این بدون واحد، بنابراین A یک هر واحدی رو داشته باشه A دو نیست همان واحد رو داره، باید هم واحد باشند. خب دوستان اگر ادامه بدیم موضوع رو، این روابطی که من در اینجا نوشتم برای افزایش هر سطحی صادقه. اگر مثلا افزایش سطح یک کره فلزی رو خواستن، از این رابطه ما میتونیم استفاده کنیم، یا مساحت ثانویش رو خواستن، یا مثلا اگر در داخل یه ورقه نازک فلزی یه حفره ای رو ایجاد کرده باشن، مثلا یه حفره دایره شکل، خب با افزایش دما مساحت این حفره هم زیاد میشه و افزایش مساحت و همچنین مساحت ثانویه اون از این دوتا رابطه به دست میاد. بنابراین این نکته مهمیه، روابط بالا را میتوان برای هر سطحی به کار برد، از جمله مساحت جانبی یک مکعب مستطیل یا مساحت یک کره یا مساحت یک حفره خالی داخل یک ورق نازک جامد یا یک ورق جامد. بنابراین ما میتونیم در این گونه موارد از این روابط نیز استفاده کنیم. اما موضوع دیگه‌ای که در اینجا هست، بعضی مواقع این جمله رو از ما میپرسن، میگوین یا این سوال رو از ما میپرسن، میگوین اینو معنی کنید، ضریب انبساط سطحی مثلا آهن میشه 24 ضرب در 10 به توان منفی 6 بر کلوین. ضریب انبساط سطحی آهن 24 ضرب در 10 به توان منفی 6 بر کلوینه. این جمله یعنی چه؟ خب دوستان اگر کسی از شما اینو معنی کنه، خب شما میگید که اگر یک ورق آهنی داشته باشیم مساحت اولیش یه متر مربع باشه و دمای اون رو یک کلوین یا یه درجه سانتیگراد بالا ببریم، 24 میلیونم متر مربع به مساحت اون افزوده میشه. بنابراین ما میتونیم بنویسیم کا برابر با کای آهن میشه 24 ضرب در 10 به توان منفی 6 بر کلوین. خب میتونیم به این صورت بنویسیم 24 ضرب در 10 به توان منفی 6، اینجا
یه متر مربع میذارم، اینجا هم یه متر مربع، این دوتا با هم ساده میشن. خب اگر در اینجا به کنار کلوین یه بذارم و کنار این متر مربع یه بذارم، خب معنیش این میشه، خب یعنی یه متر مربع آهن داریم یا یک ورق آهنی داریم مساحت اون یه متر مربع، اگر دمای اونو یک کلوین یا یه درجه سانتیگراد بالا ببریم، 24 ضرب در 10 به توان منفی 6 متر مربع به مساحت اون افزوده میشه. بنابراین معنیش این میشه، یعنی اگر دمای یک ورق آهنی به مساحت یک متر مربع را یک کلوین یا یک درجه سانتیگراد بالا ببریم، به مساحت آن 12 ضرب در 24 ضرب در 10 به توان منفی 6 متر مربع افزوده می شود. خب حالا ما میتونیم ضریب انبساط سطحی ماده جامد رو تعریف کنیم. خب دوستان، یکی از شما ضریب انبساط سطحی ماده جامد رو تعریف کنه. میشه افزایش سطح واحد سطح ماده جامد وقتی دمای اون یک کلوین یا یک درجه سانتیگراد بالا بره. آفرین. خب بنابراین تعریف بسیار مهم ضریب انبساط سطحی ماده جامد میشه افزایش مساحت یا سطح. افزایش سطح یه متر مربع که واحد سطح، افزایش سطح واحد سطح ماده جامد وقتی که دمای آن یک کلوین یا یک درجه سانتیگراد بالا برود یا بالا رود، ضریب انبساط سطحی ماده جامد مینامد. اما سوال اول ما میگه جاهای خالی زیرا با کلمات و عبارات مناسب پر کنید. قسمت الف میگه واحد ضریب انبساط سطحی ماده جامد در دستگاه SI چیست؟ کدام یک از این دوتاست؟ بر درجه سانتیگراد یا بر کلوین؟ خب اگر یادتون باشه گفتیم ضریب انبساط سطحی ماده جامد میشه 2 برابر ضریب انبساط طولی اون. خب واحد ضریب انبساط طولی در دستگاه SI بر کلوینه. خب بنابراین این هم که عدده، بنابراین واحد طرف راست ما بر کلوین میشه، واحد طرف چپ ما یعنی واحد ضریب انبساط سطحی در دستگاه SI بر کلوین میشه. بنابراین بر کلوین درسته، بر کلوین. خب اما قسمت بی میگه اگر صفحه سوراخداری را گرم کنیم، قطر سوراخ افزایش پیدا میکنه یا کاهش؟ خب وقتی که ما یک ورق فلزی مثلا مستطیل شکل رو داریم، در داخل آن یه حفره ایجاد کردیم، خب وقتی اینو گرم میکنیم یعنی دماش افزایش پیدا میکنه، خب تمام مولکول های این جسم جامد از هم فاصله میگیرن، حتی مولکول های این محیط این دایره یعنی قسمت.
در نتیجه این مولکول ها نیز از هم فاصله میگیرند و بنابراین در کل هم مساحت قسمت فلزی افزایش پیدا میکنه، هم مساحت این حفره دایره شکل ما. یعنی اگر در دمای ثانویه این شکل رو دوباره رسم کنیم، هم طول هم عرض به یک نسبت افزایش پیدا میکنن و حفره ما نیز طولش افزایش پیدا میکنه. بنابراین این در دمای تتا یک، اینم افزایش دما یا گرما میدهیم. میبینیم که در دمای تتا دو قطر حفره زیاد شده، بنابراین مساحت این حفره نیز زیاد میشه و در نتیجه ما میتونیم از رابطه دلتا A مساوی با A یک K دلتا تتا، یا به جای K میتونیم بنویسیم 2A دلتا تتا، برای افزایش مساحت این حفره استفاده کنیم، یا برای افزایش قطر این حفره از این رابطه میتونیم استفاده کنیم، چون فاصله بین این دو نقطه افزایش پیدا کرده. از فرموله افزایش طول استفاده میکنیم، میشه دی یک آلفا دلتا تتا. خب بنابراین قطر سوراخ افزایش مییابد، یعنی این درسته. خب قسمت جیم میگه اگر فرض کنیم در اثر تغییر دما ضلع بزرگتر مستطیل دو برابر بشه، طول ضلع کوچکتر یعنی عرض اونم دو برابر میشه یا کمتر از دو برابر؟ خب به یک نسبت افزایش پیدا میکنن، یعنی دو برابر میشه. اما سوال بعدی ما میگه درون صفحه از جنس مس، بنابراین صفحه ما یه صفحه مسی است. درون این صفحه مسی حفره‌ای به قطر دی مساوی با 3 سانتی متر ایجاد کردیم، اینم حفره ما میشه. خب قطر این حفره دی برابر 3 سانتی متر، این میشه دی برابر 3 سانتی متر، این حفره ماست. بنابراین قسمت ورق فلزی ماست و اینم یه حفره. خب اگر دمای ورق را به طور یک نواخت 100 درجه سانتیگراد افزایش دهیم، یعنی دلتا تتا 100 درجه سانتیگراد، الف میگه افزایش مساحت حفره چند سانتی متر مربع میشه؟ افزایش مساحت و فاصله در اینجا دلتا ای حفره برابر با چند سانتی متر مربع؟ قسمت بی میگه قطر جدید حفره، یعنی قطر ثانویه حفره را خواسته، دی دو برابر با چند سانتی متر، عدد پی برابر صفر کنید و ضریب انبساط طولی مس رو هم داده، 17 ضرب در 10 به توان منفی 6 بر کلوین یا بر درجه سانتیگراد. این دو تا معادل هم هستند، بر درجه سانتیگراد و بر کلوین، دو واحد معادله. خب اگر شکل بعدی رو رسم کنم، خب تمام ابعاد این صفحه به این نسبت زیاد میشه و چون فاصله تمام این مولکول ها در تمام جهت ها از هم زیاد میشه، در نتیجه اگر این دایره رو فرض کنیم، فاصله مولکول های این دایره که حفره
در این قسمت قرار داره فاصله اینا زیاد میشه و در نتیجه باید مساحت حفره یا قطر حفره بیشتر بشه. یعنی این حالت دوم ما میشه. خب یه شکل تقریبی رو رسم کردم، این میشه دی دو، یعنی این باید از پایین هم بیشتر منبسط بشه. یعنی اگر درست رسم کنیم هم از این طرف هم از این طرف و هم از بالا، یعنی این فاصله نیست به همان نسبت و این فاصله نیست به همان نسبت افزایش پیدا میکنه. و من در اینجا شکل تقریبی رو کشیدم. خب اینم قسمت فلزی ورقه ما در حالت ثانوی. خب در اینجا مساحت حفره رو نخواسته، مساحت ثانویه، افزایش سطح این حفره رو خواسته، یعنی دلتا ای. گفتیم هیچی هم که منبسط میشه، اینجا حفره تو خالیه، این تو خالی هم منبسط میشه، اما برای افزایش مساحت این حفره از رابطه‌ای که برای افزایش سطح ورقه فلزی یا جسم جامد گفتیم استفاده میکنیم. دلتا ای میشه A1 کا دلتا تتا. خب در اینجا کای ما میشه 2 آلفا، بنابراین دلتا A برابر با A1 کا میشه 2 آلفا دلتا تتا. خب آلفا رو داریم، دلتا تتا رو هم داریم، اما مساحت اولی رو نداریم، بنابراین ما این رابطه رو اسمش رو میذاریم رابطه 1 و مساحت اولیه 1 دایره یا میشه PR2، میشه PR1 به توان 2 یا PD به توان 2/4، چون شعاع میشه قطر تقسیم بر 2، به توان 2 هم میرسه میشه D به توان 2/4. خب عدد پی رو گفته 3 بگیرید، این میشه 3/4 ضرب در D1 بر حسب سانتی متر به توان 2 هم میرسه. خب این میشه 3 ضرب در 3 به توان 2 سانتی متر مربع، این هم میشه 4، میشه 27/4 سانتی متر مربع. خب در اینجا این دوتا باید هم واحد باشن و در اینجا افزایش مساحت بر حسب سانتی متر مربع خواسته، بنابراین از رابطه 1 میتونیم نتیجه بگیریم دلتا A برابر با A1 میشه 27/4 ضرب در 2 ضرب در آلفای مصر میشه 17 ضرب در 10 به توان منفی 6. و دلتا تتا، دلتا تتا میشه 100. خب در اینجا اگر ساده سازی انجام بدیم این 2 با این 4 ساده میشه، این میشه 2 نمیشه 1. خب این میشه 27 ضرب در 17. خب 7 ضرب در 7 49 میشه، 7 ضرب در 1 میشه 7 به اضافه 4 میشه 11، 2 ضرب در 7 4 در 1 بعد از 2 ضرب در 1 به اضافه 1 میشه 3. خب 9 5، این هم 4، این میشه 459 تقسیم بر 2 ضرب در 10 به توان منفی 4. خب 459 رو در اینجا تقسیم بر 2 میکنیم، این میشه 2، این هم میشه 19، این هم میشه 18، میشه 229.5 ضرب در 10 به توان منفی 4 سانتی متر مربع، یا دلتای A برابر با، خب میشه
2295 صد هزارم سانتی متر مربع. خب حالا قسمت بی قطر جدید حفره رو خواسته. خب فاصله بین این دوتا افزایش پیدا میکنه، بنابراین از فرمول افزایش طول جسم جامد استفاده میکنیم. بنابراین قسمت بی در اینجا می‌نویسم. خب قطر جدید دی دو برابر با دی یک، یک به اضافه آلفا دلتا تیتا. اشتباه نکنیم، افزایش قطر رو نخواسته، قطر ثانوی رو خواسته. میشه ال دو ال یک، یک به اضافه آلفا دلتا تیتا طوله. در اینجا باید ضریب انبساط طولی قرار بدیم. بنابراین من از رابطه ی دو نتیجه میگیرم و اعداد رو جای گذاری میکنم. دی دو برابر با دی یک 3 سانتی متر، برابر این هم سانتی متر به دست میاد. ضرب در یک به اضافه آلفا میشه 17، ضرب در 10 به توان منفی 6، ضرب در دلتا تتا هم که 100 درجه سانتیگراده. خب این میشه 3 ضرب در یک به اضافه، خب این میشه 17 ضرب در 10 به توان منفی 4، خب میشه 17 ده هزارم. خب میشه 3 ضرب در 1 ممیز 17 ده هزارم، یا 1 و 17 ده هزارم میشه. خب اینو ضرب میکنیم، 3 ضرب در 1 ممیز 17 ده هزارم، 3 هفتی 21، دو بر دست 3 یکی 3 و 2 میشه 5، اینا میشن 0، میشه 3 ممیز 51 ده هزارم، یا 3 و 51 ده هزارم سانتی متر میشه. اما مسئله بعدی، مسئله بعدی ما میگه دمای 1 میلی متر را 100 درجه سانتیگراد افزایش میدهیم. افزایش دمای میلی مسی 100 درجه سانتیگراد، خب طول آن 17 صدم درصد افزایش می‌یابد. افزایش طول برابر با 17 صدم درصد. خب اگر دمای یک ورقه مسی را 100 درجه سانتیگراد افزایش دهیم، خب این میلی مسی بود. حالا یه ورقه مسی داریم، دمای اونو به اندازه باز هم 100 درجه سانتیگراد افزایش میدیم. مساحت آن چند برابر میشود؟ یعنی مساحت ثانویه تقسیم بر مساحت اولیه میشه چند؟ خب این سوال در کنکور سراسری رشته ریاضی سال 91 مطرح شده، سوال بسیار جالبیه. خب میگه طول آن 17 صدم درصد افزایش می‌یابد. درصد تغییرات یک کمیت یا طول میله از این رابطه به دست میاد. خب بنابراین درصد افزایش طول میله برابر با دلتا ال میزان تغییرات طول تقسیم بر طول اولیه ضرب درصد، میشه درصد افزایش طول میله. خب در اینجا این برابر با 17 صدم شده. خب در اینجا ما میتونیم دلتای ال بر ال یک رو پیدا کنیم، این میشه 17 ضرب در 10 به توان منفی 2، تقسیم 100 هم میاد مخرج این میشه 100، این میشه 17 ضرب در 10 به توان منفی 2، 100 هم یعنی 10 به توان مثبت 2 میره بالا، میشه 10 به توان منفی 2، یعنی 17 ضرب در 10 به توان منفی 4 میشه. خب دلتا ال یعنی چی؟ دلتا ال یعنی ال یک آلفا دلتا تتا، تقسیم بر ال یک میشه
برابر با 17 ضرب در 10 به توان منفی 4 ال 1 با ال 1 حذف میشه، در نتیجه آلفا دلتا تیتا برابر با 17 ضرب در 10 به توان منفی 4. دلتا تیتا هم که 100 درجه سانتیگراده، بنابراین ما ضریب انبساط طولی مس رو میتونیم حساب کنیم. آلفا برابر با 17 ضرب در 10 به توان منفی 4 دلتا تیتا، این میشه 17 ضرب در 10 به توان منفی 4 دلتا تیتا، میشه 100 یا 10 به توان مثبت 2، این میره بالا میشه 17 ضرب در 10 به توان منفی 6 بر کلوین. خب ما ضریب انبساط طولی مس رو به دست آوردیم، حالا میریم رو این نسبت A2 تقسیم بر A1. A2 رابطش با A1 به این شیوه بود، A1 ضرب در 1 به اضافه کار دلتا تیتا، اینجا ننویسید آلفا دلتا تیتا، اشتباه به دست میارید، یعنی گزینه رو اشتباه به دست میارید. این ضریب انبساط سطحیه، نه ضریب انبساط طولی. A1 هم در مخرج، این دوتا با هم دیگه میرن، بنابراین ما داریم A2 تقسیم بر A1 برابر با 1 به اضافه که هم 2 آلفا میشه دلتا تتا. خب جایگذاری میکنیم، این میشه 1 به اضافه 2 ضرب در آلفا میشه 17 ضرب در 10 به توان منفی 6 دلتا تتا، در اینجا باز هم 100. خب در نتیجه میشه 1 به اضافه 2 ضرب در 17 میشه 34 ضرب در 100 یعنی 10 به توان 2، بنابراین میشه 10 به توان منفی 4، میشه 1 به اضافه 34 10000، یعنی میشه 1 و 34 10000، بنابراین گزینه 4 درسته. اما مسئله بعدی ما، مسئله بعدی ما میگه ابعاد یک ورقه برنجی به ضخامت ناچیز در دمای 22 درجه سانتیگراد برابر 60 سانتی متر ضرب 90 سانتی متر. خب یه ورقه مستطیل شکل برنجی رو داریم، خب طول این ورقه 90 سانتی متر، عرض اونم 60 سانتی متر، این در دمای اولیه 22 درجه سانتیگرادی. اگر دمای این ورقه 5 برابر شود، یعنی تتا 2 بشه 5 برابر تتا 1، مساحت آن چند متر مربع افزایش می‌یابد. اینجا افزایش سطح خواسته، چند متر مربع بر حسب واحد متر مربع. ضریب انبساط طولی برنج هم داده شده، ضریب انبساط طولی برنج برابر 19 ضرب در 10 به توان منفی 6 بر درجه سانتیگراد یا بر کلوین. خب در اینجا مساحت اولیه این ورقه را حساب می‌کنیم، مساحت اولیه میشه طول ضرب در عرض، خب این میشه 9 ضرب در 6 میشه 54، میشه 5400 سانتی متر مربع. خب اما چون در اینجا دلتا ای رو بر حسب متر مربع خواسته اینو تبدیل میکنیم، برای تبدیل سانتی متر مربع به متر مربع عدد رو ضرب در 10 به توان منفی 4 میکنیم، خب این میشه 54 ضرب در 10 به توان منفی 2 متر مربع، میشه 100 ضرب در 10 به توان منفی 4، خب میشه 54 ضرب در 10 به توان منفی 2 متر مربع. اما دلتا تتا، دلتا تتا میشه دمای ثانویه منهای دمای اولیه، خب دمای ثانویه 5 تتا 1 منهای تتا 1 میشه 4 برابر تتا 1، اما دمای اولیه 22 درجه سانتیگراده،
میشه 88 درجه سانتیگراد. خب حالا رابطه دلتا ای رو می نویسیم، خب برابره با ای کا دلتا تتا. خب کای ما هم که برابره با دو آلفا تقریبا، در نتیجه دلتا ای برابره با ای دو آلفا دلتا تتا. خب همه این کمیت ها رو داریم، ای یک رو داریم، دلتا تتا رو داریم، آلفا رو هم داریم، بنابراین از رابطه یک دلتا ای رو به دست میاریم. خب ای یک میشه 54 ضرب در 10 به توان منفی 2، ضرب در 2 ضرب در آلفا میشه 19 ضرب در 10 به توان منفی 6، دلتا تتا میشه 88. خب در اینجا اعداد رو در هم ضرب میکنیم. خب این میشه 54 ضرب در 2 ضرب در 19 ضرب در 88. خب این عدد به دست میاد، خب 180 576 ضرب در 10 به توان منفی 8 میشه، این میشه متر مربع. خب در نتیجه دلتا ای به دست میاد. خب این 6 تا رقم داره، بنابراین میشه 18. خب این عدد میشه تقریبا 18 در هزارم متر مربع، که تقریبی هم میتونیم بنویسیم 18 در هزارم متر مربع به مساحت این ورقه افزوده میشه. مثال بسیار جالب.